لوقا فصل پنجم. یک روز عیسی در کنار دریای جنیسارت استاده بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند. عیسی ملاحظه کرد که دو کشتی در آنجا لنگر انداختند و ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. عیسی به یکی از کشتی هایی که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در کشتی نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت: به قسمت‌های عمیق آب بران و تورهایتان را برای صید به آب بیاندازید. شمعون جواب داد: ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلا چیزی نگرفتیم، اما حال که تو می‌فرمایی من تورها را می‌اندازم. آنها چنین کردند و آنقدر ماهی صید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شود. پس به همکاران خود که در کشتی دیگر بودند اشاره کردند که به کمک آنان بیایند. ایشان آمدند و هر دو کشتی را از ماهی پر کردند به طور که نزدیک بود غرق شوند. وقت شمعون پتروس متوجه شد که چی واقع شده است، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد: ای خداوند، از پیش من برو، چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از سیده که شده بود متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبیدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به شمعون فرمود: نترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. به محض اینکه کشتی ها را به خشکی آوردند، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. روز عیسی در شهر بود، تصادفاً مرد جزامی در آنجا حضور داشت. وقت آن جزامی عیسی را دید، به پای او افتاد و از او کمک خواسته گفت: ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک کنی. عیسی دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود: می خواهم، پاک شو. فوراً جزام او برطرف شد. عیسی به او امر فرمود که این موضوع را به کسی نگوید و افزود: اما برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت قربانی را که موسی تعیین نموده است تقدیم کن، تا برای همه مدرک باشد. اما عیسی بیش از پیش در آن نایه شهرت یافت و عده زیاد گرد آمدند تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی های خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر می رفت تا در تنهایی دعا کند. روز عیسی مشغول تعلیم بود و پیروان فرقه فریسی و معلمین شریعت که از تمام دهات جلیل و از یهودیه و اورشلیم آمده بودند در دور او نشسته بودند و او با قدرت خداوند بیماران را شفا می داد. در این هنگام چند مرد دیده شدند که شل را روی تخت می آوردند. آنها کوشش می کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیسی به زمین بگذارند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند راه پیدا کنند که او را به داخل آورند. بنابراین به بام رفتند و او را با توشک از راه چت پایین گذاشتند و در میان جمعیت در برابر عیسی قرار دادند. عیسی وقت ایمان آنها را دید فرمود: ای دوست، گناهان تو بخشیده شد. ملایان یهود و پیروان فرقه فریسی با یکدیگر می گفتند: ای کیست که حرفای کفرآمیز می زند؟ کی جز خدا می تواند گناهان را ببخشد؟ اما عیسی افکار آنان را درک کرد و در جواب فرمود: چرا چنین افکار در ذهن خود می پرورانید؟ آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شد آسان تر است یا گفتن این که بلند شو و راه برو؟ اما برای این که بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مرد شل گفت: به تو میگویم بلند شو، تو شک خود را بردار و به خانه برو. او فوراً پیش چشم آنان روی پاهای خود برخاست، توشک را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را حمدگویان به خانه رفت. همه غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند و با ترس میگفتند: امروز چیزهای عجیبی دیدیم. بعد از آن که عیسی بیرون رفت، متوجه جزیه‌گیر به نام لاوی شد که در محل وصول مالیات نشسته بود. به او فرمود: به دنبال من بیا. او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی کلان ترتیب داد.
عده زیادی از جزیه گیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر دسترخوان نشسته بودند. فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند: چرا شما با جزیه گیران و خطاکاران می خورید و می نوشید؟ عیسی به آنان جواب داد: تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه بیماران محتاجند. من نیامدم تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم. آنان به او گفتند: شاگردان یحیی بسیاری اوقات روزه می گیرند و نماز می گذارند. شاگردان فریسیان هم چنین می کنند، اما شاگردان تو می خورند و می نوشند. عیسی به ایشان جواب داد: آیا شما می توانید رفقای داماد را در حالی که داماد با ایشان است به روزه گرفتن مجبور کنید؟ اما ایامی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد، در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت. همچنین برای آنان این مثل را نقل فرمود: هیچ کس از یک لباس نو تکه پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه را پینه کند. اگر چنین کند، هم آن لباس نو پاره می شود و هم پینه نو مناسب لباس کهنه نیست. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشکهای کهنه نمی ریزد. اگر بریزد، شراب تازه مشکها را می ترکاند. شراب به هدر می رود و مشکها نیز از بین خواهند رفت. آره، باید شراب تازه را در مشکهای نو ریخت. هیچ کس پس از نوشیدن شراب کهنه شراب تازه نمی خواهد، چون می گوید که شراب کهنه بهتر.